بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما وطندارانم، عزیزانم، دوستانم که می لحظه مستطیل آرزو را میبینین در هر کجای که هستین جور، صحت، سلامت باشین. باز هم شام آرزو فرار رسید و ما فرهاد رامکیستم. میخواییم که تا پایانی لحظات امشب همچنان ما را همراهی کنین و مهمانی که داریم گپ ها، قصه ها و داستان های زیاد دارند. هم در زمان جمهوریت نوشی جانشان وظیفه داشت، موقف داشت، چوکی داشت و هم در زمان امارت چوکی دارند. چوکیشان هم بسیار چوکی مفشن و مقبول و دوست داشتنی است. بله، موقف هم دارند. جناب نعمت بارکزای سخنگوی شهرداری کابل همچنان همراه ما هستند. همونطور که گفتم تا آخر برنامه را ببینیم، قصه‌ای زیاد هم رایشان دارم. بارکزای صاحب سلام، خیلی خوشحال هستم با چهره متفاوت شما را میبینم. خوشحال هستم. سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیزتان. شب همگیشان بخیر. بنده نماینده شهرداری کابل در خدمتتان است. بخیر باشین. چی کردید نکتایی و دیرشی را چی کردید جناب بارکزای؟ هست هست نه تا جاش هست هست بله. نمیبینیم تون چندین ماه میشه که حداقل در برنامه های غیر رسمی هم شما را با نکتایی و دیرشی نمیبینیم. یعنی برنامه امشب ما یک برنامه غیر رسمی است دیگه. بالاخره ما شما خب در رابطه با شما صحبت میکنیم و موضوعات مرتبط با شماست. خب اینطوری اگر پس که ما شما صحبت کردیم، یک بخش از صحبت ما درباره شهرداری کابل هم هست. شما میدانید که یک تحول سیاسی در کشور آمده و بخواین نخواین مامورین حکومت، کسایی که برای مردم خدمات رسانی میکنه که خود یک دونه از اون مردم میدانم و مامور حکومت هستیم، سفارش هایی که بر ما میشه مشخص است و در زمان جمهوریت اگر یک یونیفرم مشخص وجود داشت به خاطر ادارات، فعلا هم یک یونیفرم مشخص وجود داره و ما هدف ما خدمت رسانی به مردم هست و کدام نی چوکی و نی موقف سیاسی هیچ وقت نداشتیم و نداریم. خواه روسی یک سوال کمی لحظه در ذهنم خطور کرد. فیسبوک که داشتید، او صفحه فیسبوک هنوز هم است در اختیار شما؟ ما یک فیسبوک داشتم که بسیار وقت پیش دلیت شده. فعلا صفحه رسمی فیسبوک قطعا ندارم، یک توییتر دارم. خواه نه ما یک سفر از آدرس شما دیده بودم که زیاد بود. از صفحات زیاد جور شده بود. شاید اگه سرچ کنین 6-7 صفحه برای من، تا هیچ کدامش در اختیار من نیست و مدیرش من نمیکنم. نه، اکثرا از مقامات پیشین خیلی تعریف میکردن و عکس ها و پست های در مورد شان میکردن. نه، من ندارم چنین فیسبوکی. نداشتیم و ندارم و قطعا فعلا خوش صفحه ای ندارم. من فعلا چقدر خوب. خب خیر، اگر می حال نام سرچ کنین شاید ده ها صفحه دیگه هم برای حتی در توییتر، اما متعلق با ما تنها یک صفحه است. یک صفحه است. بله. خب سوالات زیاد در ذهن ما خطور میکنه، هم تو در ذهن هموطنان ما. یکی از سوالاتی است که ما مشکل نداریم و خوشحالم هستیم که شما هنوز هم به موقفتان هستید و به چوکیتان هستید، کار میکنید به هر حال. اما مشکل مردم افغانستانی است که شما چرا قدر زود تغییر کردین؟ از لحاظ ظاهری یک دو روز نگذشت که تغییر کردین و ای کم مردم من ناراحت میکنن. نه، با اون صورت یکی دو روزم قطعا نبوده. مسئله تغییر منم بیرم کار ما در شهرولی مشخصا جریان داره. ما وظیفه خود را میریم، برای مردم خدمت رسانی میکنیم. سرک همو سرک است که جور میشه، اطلاع رسانی همو اطلاع رسانی است، هنوز قوی تر شده و پروسه هایی که در شهرولی کابل وجود داره به همون شکل پیش میره. تنها اگر تنها فوکس ما سریع است که خب شاید ریش کمی کلان تر شده باشه و لباس تغییر کرده باشه، این مطلق ظاهریات است. مبتنی بر معنویاتی که در کار وجود داره مطلق همون شکل داره پیش میره و هیچ تفاوتی در اون آمد. نه، ریش کم زیادتر نشده، ریش گذاشته دیگه. سابق اصلا ریش نداشته. ما یکی روز ریش کلان نمیشه ما میگیم. خب یک موضوعی است که در تمام دنیا یک ما شما رو دیدیم قبل از امارت، هم دیده بودیم تصاویرتان را. قطعا هست، میتونم صحبت های قبل از امارت فعلا ما رو ببینیم. کلش موضوعات شهرولی بود و فعلا موضوعات شهرولی هست. عملاً صحبت میکنیم فعلا ما شما. خواه بیایید که سر شهرولی بپردازیم. گله ها و شکایات امروزی مردم بیچاره و غریب مایی است که شما یا شهرولی کابل مقررات تازه را برای اینا وضع کردین. مثلا در نواحی مختلف غرفه گذاشتید و از هر غرفه ماهانه یک مقدار کرایه میگیرید که من اکثرا شکایت از دوستایی می داشته باشم، از وطندارایی می داشته باشم، از عزیزایی که با ما سرکار دارن و ما را میبینن
میگن که چرا همین کرایه بسیار بلند، ما روزانه 200 افغانی عاید نداریم که 6000 افغانی مانع کرایه باید بپردازیم به هر غرفه. جالب است، بسیار سوال خوبی را کردین. قطعا کرایش بلند نیست، با دلیل برتان ثابت میسازم. خود امید دستفروشی که ما درباره اش صحبت میکنیم مطلقا نه تنها در شهر کابل بلکه در تمام دنیا نامش مشخص از دستفروشی، یعنی شما روزانه اجناس خود را از مندوی کلان میگیرین و روزانه میفروشین و فردا دوباره جنس میارین. این واضحه هسته. کسایی که میگن 6000 افغانی چون از راجو هم شکایت برام رسید، خود ما عملا شخصا با تیمی که رفت به بررسی اوجا بودیم، یک غرفه دار هیچ وقت دکاندار شده نمیتونه، یک دستفروش هیچ وقت گودام نباید داشته باشه، دو ما در نایی هشتم زمانی که رفتیم یک چند نفر روز تکه میفروختن و زمانی که جایشان را دیدیم تقریبا 5 الی 4 متر مربع یک جای را تصرف کرده بودن و وقتی که حساب میکردن میدید کرایشان زیاد میشد. چرا این کار را کردین؟ تمام کارتان در یک متر مربع میشه اگر خوب مدیریت بکنیم و طبقاتی باشه. اما میگیم چرا این کار را میکنیم؟ میگه ما میریم به هر 5 ماه یک بار جنس میاریم و اینجا گودام میکنیم برای خود. دکانداری با دستفروشی متفاوت است. دکاندار 7 رقم محصول برای دولت پرداخت میکنه، جواز صنفی میته، جواز لوحه میته، مالیه میته، مالیه برای عایدات میته، کرایه دکان خود را میته. اما یک کسی که دستفروشی میکنه تنها یک فیس خدمات شهری برای ما میده، ما نامش کرایه نمیمانیم چون در یک محلی قرار داره که بر ملکیت های عامه میگیم و ما فیس خدمات شهری حق داریم بگیریم. با این حال هم ما 30% تخفیف آوردیم. به طور مثال در بهترین نقطه شهر دونی مزار افغانی فی متر مربع اینا باید برای ما فیس خدمات شهری میدادن، 30% تخفیف اومد 1700 روپیه میشه در بهترین نقطه شهر، در حالی که ما در جاهایی داریم که فیسش 340 افغانی ماهانه است. 340 افغانی یعنی روزی 10 افغانی، اما 1700 افغانی که ما درباره صحبت میکنیم روزی تقریبا 62 روپیه مفته. این بلوایی که جور کردن یک تعداد. ما در شهر کابل نقطه رو براتون یاد میکنم: کوتای سنگی، کمپانی، لیسه مریم، سرای شمالی، چهارایی اول و دوم طرف ارزان قیمت، روبروی پکتیا مارکت، به هزاران غرفه جای به جای کردیم. اما یک تعداد آدم های بسیار خاصی که در اطراف مندوی بودن و سالیان سال هم سیستم مافیایشان به پیش میرفت، اونا کم جنجال کردن، پس امروز در جای خودشان و کار خود را پیش میبرن. دلیل در حکومت بیشتر ما بودیم و از همه وکلای شورای ولایتی شهر کابل 3000 کراچی داشت، هر روز می آمد در داخل شهرولی و شهروال وقت را تهدید میکرد. روزانه 100 افغانی از هر کراچی میگیرد، روزانه 3 لک افغانی یادم درآمد داشت و فردا به خاطر موقف های سیاسی خودم من 3000 نفر برای تظاهرات میبرد. یک سیستم مافیایی کلان بود. حالا امو شرطنامه‌ای که ما با کراچیوانا داریم که 14 ماده داره، اولین مادهش است که هیچ وقت حق ندارن یک غرفه ای که از شهرولی کابل، البته ما دیزاینش رو میتیم، غرفه رو برشون نمیتیم، خودشان جور میکنن. این واضح باش، تنها ما نقشه اون رو میتیم که به همین دیزاین باید جور شود، حق نداره به نفر دومی اون رو بده. و تمام مواردی که اونجا وجود داره به خاطر ایجاد نظم در شهر. شما میبینین که حالا واقعا کسایی که رفتن دیدن سر زیرزمینی یا سر زیرزمینی 7 8 ماه پیش است، ساعت ها استاد میشد، غرفه و کراچی بود. حالا ما یک دانه کراچی تیردارم نمیمانیم. در طول شهر کابل من نمیگم تخلفاتی وجود داره، اما روزانه اونها جمع آوری میشد دوباره. در یک شهر 6 میلیونی تخلفات عادی است، اما دیگه رابندی مطلقی از کراچی در هیچ جا شما نمیبینید. یک تنظیم شده در داخل شهر و هیچ مکلفیتی ما نداریم که فردا اگه یک نفر دوست داره کراچی داشته باشه، شورولی باید برای جای تنظیم کنه. نه، مقدار کراچی ما مشخص است، مقدار غرفه مشخص است، اولویت برای ما نظم شهر است. بعد از اون یک تعداد افراد هم بتونن یک ابرار معیشت بکنن و فیس خدمات شهری قطعا برای ما در قدم اول مهم نیست. اول مهم است نظم وجود بیاید و دوم یک فیس باید بپردازن. چرا؟ ما فردا تمام دکاندارا رو تشویق میکنیم که شما 7 رقم محصول رو جمعیتین، اما این آدما فکر کنه اگه اینا ما کراچی رو مفت اختیارشان قرار بدیم، به طور مثال آیا تمام دکاندارایی که 7 رقم محصول میتن تشویق نمیشن که بیان در یک جای مفت فعالیت بکنن؟ ما نمیخوایم مردم رو تشویق به کراچیوانی یا دست فروشی بکنیم. کراچیوان تعریف و جای خودش داره و دکاندار هم عین شکل. خب بس مفت دادن یا پول گرفتن یک طرف قضیه، اما ای که اکثریت کراچی رانا و یا هم کسایی که غرفه دارن میگن که همین پول را که شما ازشان میگیرید، حتی 62 افغانی که شما میگید که در روز برشان تمام میشه، 62 افغانی را با او فروختن یک قوطی سیگارت و یک پاکت پاند از کجا کنن که به شما بپردازن؟ نه، او رقم نیست. ما قطعا مخالف هم صحبت خود هستیم. اکثریت قطعا نیستن، چون پیش ما اکثریت خوب بر ما شکایت می خود شما خوب بالاخره باید بگید گپایتون را از این رسانه هایی که شما صحبت میکنین، اونها هم بر ما شکایت را میرسانن. ما حتی به خاطر اکودا میریم در ساحه. نمونه سرای علاودین میگم، ما رفتیم یک نفر میوه فروشی میکرد اونجا و یه آدم 4 متر مربع یک جای را گرفته بود، ده هر کنجش یک 4 دانه مالته، 4 تا سیب و گپای دیگه بود و میگفت که راز یاد است. اما آدم امیل اشا صدای مرا بشنو، سر سرای علاودین نام نمیخوام بگیرم،
اکثرتون هم میشناسن. اما آدم امروز در یک متر مربع تمام فعالیت خود را میکنه و دیگه 3 الی 4 متر نمیگیره. مدیریت جای بسیار مهم است. باز تکرار میکنم 60 افغانی یا 62 افغانی در بهترین نقطه هست. ما 3 کاتگوری داریم. اول کاتگوری بود که 2500 افغانی بود، 30% تخفیف دادیم، در حدود 1730 افغانی شد. کاتگوری دوم 1250 افغانی بود که 30% تخفیف دادیم، 900 چند افغانی شد. و کاتگوری سوم 500 افغانی فی متر مربع بود که در حدود 300 چند افغانی شد. قیمت بسیار برابری است. و در طرف دیگه اگر برام جالب است، میگم ما پوره کرده نمیتونیم، خوبات رها کنن این کارا. روزانه بالاتر از 100 نفر به شورولی کابل مراجعه میکنن که برای ما لطفاً اجازه بدین ما به عنوان یک دستفروش فعالیت کنیم، اما ما امر دیگه به کسی نمیتیم. جایگزین بی‌نهایت برای ما زیاد است. یک نفر تا حال به شورولی کابل رسمی مراجعه نکرده. میار میخوام صدای خدا بکشم که ما نمیتونیم لطفاً قرارداد خود با ما لغو بکنیم. بالاخره ناگزیر هستند. یک شهر است که دیگه بیکاری در اوج رسیده و اونا ناگزیر هستند که کار انجام بدن. ادارات مشخص به خاطر اشتغال زایی وجود داره. مردم را ناخونافگار گیر میکنید تا میخواهید که باج بگیرید. قطعا چنین نیست برادر من. ما باز تکرار میکنم در بهترین نقطه روزانه بودن 60 چند افغانی میشه. در نقطه هایی که پایین تر هسته 10 الی 15 افغانی میشه. اینا حتما اینا پیدا کرده میتونن. و باز تکرار میکنم هر کسی که نمیتونه پوره بکنه جایگزین بسیار زیاد است. خب پس چرا در دوران جمهوریت در 20 سال گذشته ما این طور یک برنامه نداشتیم، یک طرح نداشتیم که حداقل بر ما نو نمی بود و ناآشنا نمی بود؟ امروز در زمان جمهوریت چی تو میتونست که کراچیوانا در نقاط مختلف شهر کابل فعالیت برد؟ مشکلات واسطه وجود داشت، ابزار سیاسی برای اقتداد وکیلا صورت گرفته بوده. می کراچیوان ها کارهای مافیایی را می کردن. با در پارکینگ آشوی شاید سوال داشته باشین، در این قسمت یک ربط واضح دار، نمیخوام بیشتر صحبت کنم از او. اینا کلش وجود داشت وقت ما میدیدیم، روزانه شاهد بودیم و ما هم ناگزیر بودیم. وقتی یک وکیل شورای ولایت میامد یک شهروال یک شهر مستقیم تهدید میکرد، شاید صدای مرا آقای سلطانجو نمیر ازم بشنوه و ما بودیم در مجلسه. فقط به خاطر چی؟ به این کراچی ها کار نداشته باش که فردا همی 3000 نفر در وادی شهروال رو برد بسته میکنه. ای کاش شهروال صاحب از بق کابل جرأت میکردید، میامدید به رسانه میگفتید که فلانی خان مر تهدید میکنه و از کراچی ها خودشان پول میگیرن و خودشان هم به شکل ابزار استفاده میکنه از افراد اشخاص. کی جرأت را نکردید؟ الان آقای بارکزای جرأت کردن گفتن. خب کار دومه که اکثریت از شهروندان کابل از آن ناراض به نظر میرسه. مشخصا خودم ناراض است. من حیث یک کسی که یک موتر کهنه دارم، یک موتر کهنه مال خدا داریم و در جایی که 5 دقیقه استاد میکنم میگه یک پارچه میاره که بده 50 افغانی. اگر نه تو 50 افغانی میفهمین چی میکنه؟ آجیلیت تماس میگیره که از نیروهای امارات اسلامی رو میخواد و مولا از اینقدر بزنید، اینقدر بزنید که بگوی کاش ما 200 افغانی میدادم اما ملت از میادم نمیخوردم. چرا مردم ها میخواید با تهدید زور از پیشان پول؟ تهدید زور نیست. یک تا گزارش درباره لت کردن حداقل برای ما نرسیده که کسی بچش چشم خود دیدیم که لت شده باشه. بچش خود دیدیم جناب بارکزای. بر اساس ماده 148 قانون شهروالی امیدوار است مطالعه بکنیم. پارکینگ آشوی حق شهروالی کابل هست که از ملکیت تمام فیز خدمات شهری بگیره و این توسط قراردادی های خود تنظیم میکنه. چرا؟ چی خدمات ما ارائه میکنیم؟ ببینید اول قطعا ما باز تکرار میکنم 50 افغانی نیست، فی ساعت 30 افغانی است. اگر فی ساعت 30 افغانی است، اگر زیادترش افتادیت 4 میشه او خیلی واضح است. امی حالا ما موتر استاد کردیم در پایین زیادتر شد تقدیمشان میکنیم. میایم روی مسئله که چرا خب 30 افغانی. اول قانونی اجازه داده یک مورد. مورد دومی که وجود داره قانونای جدید از کجا شد؟ چرا ما در دوران گذشته این ماده 148 قانون شهروالی ها واضح هست که حق را داده و توسط یک طرز العمل تنظیم میشه. حالا گپ سر چی هست؟ این 30 افغانی چرا میگیرن؟ دمی شارنا و ما و شما بودیم، اینطور جای وجود داشت که شما موتر استاد میکردیم و بچه ها وجه نمی آمدن، شما 50 افغانی به خاطر نگهداریش نمیگرفتن. قبلا نمیگپ بوده، گپ نوی نیست. بس جداست. مثلا اگر یک نوجوان، یک جوانی که به چه حقی را میگیره؟ ببینید ما صحبت میکنیم موتر و ما چی میکنیم؟ و اونا همون خودتان دارن جوابش را میتین. امیال 30 افغانی چرا گرفتن میشه؟ در قرارداد یادم مکلف است که دوبل اجازه پارک نداره که بی‌نظمی به وجود بیاد. یک کس قراردادی ما که فعلا با سر قراردادام صحبت میکنم. دوم حفاظت موترتون در گردنش است که نباید پلیت جوزی شوه و نباید خود موتر جوزی شوه. قبلا که شما میگین این خود عجیب آدمای شخصی میرفت، ما تو میفهمیم آدمای شخصی که به وضاحت بود و یک فامیل میتونستن اونها از او پول تغذیه بکنن اجازه و تمویل بکنن. ما میایم روی مورد میایم. اولی رو خو شهروالی کابل مستقیم خودش نمیگیره، با یک قرارداد میته با یک فرد
اون ماهیانه یک پول میده اضافهش مربوط میشه. این افرادی هم که شما در پایین داره میبینید کارمندای شورولی کابل نیست، اینا هم قراردادی هستن، اینا هم افراد بی بداعت هستن، اینا خچور از زور کار میگیرن، همیشه تهدید میکنن افراد که متردار هستن. خودت میگی زمانی که کسی حقشان را نتن ایرو امارت اسلامی را میخوان، خب کی را بخواد؟ نه خب شما بگوین کی را بخواد. خب شما مطمئن هستین که حق از اونها میشه؟ 5 دقیقه یک نفر کار میداشته باشه و دوباره پس میره. ما تو میتونه که قضیه بوده باشه. ببینید زمانی که شما از کنار سرک استفاده میکنین، یک عرف بسیار بدم جا افتیده بود که اونجا اگه یک کس دکان میداشت پیش روی دکان جای پارک مربوط دکاندار بودی، غلط است. یک دکاندار از چوکات دکانش یک سنتی هم طرف حق نداره، یا پیش روی خوده چیزهای خوده میتونه یک گدام جور بکنه در پیاده رو، این حق هم نداره. اینا رو هم جمع میکنیم. این گپا شهری است، اگر دیروز به او توجه نشد امروز داره برش توجه میشه و ما باید خوشحال باشیم از این گپ. تا دیروز پیش روی دکان شخصی شده بود برای دکاندار، موتر او استاد میشد، در پارکینگ دائمی نمیبرد، در پارکینگ آشوی استاد میکرد. پارکینگ آشوی یعنی پارکینگ موقت، پارکینگی که مردم برای کارهای موقت استفاده میکنن، نه دائمی. و مطلقاً او ساعتانه سر روی یک چارچ میآید که شورولی کابل بر اساس قانونی کار انجام داده. و خیر باشد. دوستای ما میگه باید وقفه بگیریم. درست. پس از وقفه دوباره برمیگردیم، روی این مسئله بیشتر و زیادتر میخوایم بپردازم و میخوایم حداقل از کسایی دادخواهی کنم که امروز شهرداری کابل لطف کردن، اونا را بکار کردن و خانه نشین کردن و امروز نان به خوردن ندارن. وقفه. بازم خوش آمدین، تشکر از اینکه آرزو را انتخاب کردین و شام آرزو را میبینین. جناب بارگزای صاحب امروی ماست، چطور هستین دیگه بارگزای صاحب؟ شکر الحمدلله. نه شما خوب نباشید که خوب باشه، هستیم دیگه کل در کنار هم دیگه. شکر که خوب هستید. قربان. ماشتون در ماشتون تغییرات آمده یا نه ماش سابق است؟ بلکل یک تغییرات کلی در تمام ماشات آمده و ما مستثنا از او گپ نیست. خب اگر فیصدی بگه چند فیصد ماشتان کاشی یافته؟ خب او زمان ما در یک بس متفاوت تر کار میکردم، ما در یک بس دیگه کار میکنم، با عنوان نماینده شورای کابل خدمت رسانه ها میرسم. اگر فیصدی بخوایم بگیم در حدود شاید یک 50% تفاوت آمده باشه، 40 تا 50%. اگر نه حال خب پول پارکینگ هم میگیرین، پول غرفه هم میگیرید، سابقی گپا نبود، باید ماشتان افزایش پیدا میکنه. ربطی به اون نداره. ببینه نرم خب. معاشات را وزارت مالیه برای ما تعیین کرده. اینکه هر چقدر عوایدی شورولی کابل زیادتر میشه ما روی پروژه ها فوکس میکنیم. این هم مد نظر بگیرین که امسال وزارت مالیه یک افغانی هم برای شورولی کابل به خاطر پروژه ها نداده. هیچ دونری وجود نداره، هیچ بانک جهانی هم هیچ کمکی نمیکنه، اما بازم شورولی کابل به ارزش 4 میلیارد و 812 میلیون افغانی 181 پروژه را در شهر کابل کارش را برای انداخته که فعلا 70 پروژه کارش جریان داره. یعنی هر چقدر که اوضاع شورولی بهتر باشه خدمات رسانی بهتر کردن بهتر. بسیار خوب، بسیار خوب. من جواب خود گرفتم دیگه، نیاز نیست که سر این موضوع بپردازیم. این پول ما خود تکی میگیرن، اون اخ وزارت مالیه هم برشان پول نمیده، دونر هم وجود نداره، واحدشان هم بالا رفته، 50 افغانی از خود میگیره، 50 افغانی هم از من میگیرن و غرفه بیچاره هم پولش هم میگیرن، اونا عاید هم است به شهرواله اضافه میشه. قانونی است، مطلق قانونی است. هیچ مشکل نداره. قانون واضح است. نه دیگه مشکل نداره. مگذاریم خیلی سوال. چون فهمیدیم که غریب هستید، میخواید خود پولدار بشید. نه، شهرولی کابل بر اساس قانونی که در افغانستان وجود داره و بر اساس اما به طرز العمل هایی که وجود یک واحد مستقل بودجوی است. واحد های مستقل بودجوی خودکفا هستند بر اساس منابع عایداتی که دارند. منبع عایداتی ما از صفایی خانه ها گرفته میشه تا جایزاده هایی که در شهر به کرایه میدیم و بعضی خدماتی که برای مردم ارائه میکنیم و مطلقا این همیشه بوده و هست و برای مردم خدمات ارائه میشه. همیشه خب همیشه نه، همیشه را قطعاً قبول نداریم. مثلا در پس از جمهوریت بوده بعض از خدمات شما، اما در مقابلش پول هم گرفتید. این بسایی که یاد کردیم، نه پارکینگ و حق ماست. خب حق شان است، یعنی حق مردم کابل است، چون پس سر اونا مصرف میشه. شما یک بار از وظیفه سبکدوش شدیم در دوران امارت، اما دوباره رفتید به طرف شهرداری کابل. چی کس شما را منفک کرد و چی کس شما را دوباره آورد؟ ببینین به گونه مشخص ما منفک نشده، هیچ وقت در دوره امارت هم منفک نشده. ما در بستی کار میکردیم به عنوان رئیس نشرات شورولی کابل، یک دوست دیگه آمدن به عنوان سرپرست و ما فعلا به عنوان نماینده شورولی کابل در رسانه ایفای وظیفه میکنم و در شورولی بودیم و فعلا هم هستیم و مصروف خدمت به مردم.
منفق قطعا نشدیم، اسنادش وجود داره. نه یک روز امروز شما خودم تماس گرفتم، گفتید که ما دیگه در شهرداری کابل نیستم و ما را منفق کردن. نه ما منفق نشدیم قطعا، چی نیست، ما در او بست نیستم، یعنی در بست ریاست نشرات شهرولی کابل نیستم. آقای قاری شریف زاهد اوجه هستن، از او بست نیستم، از او بست منفق شدیم، اما شهرولی منفق نشدیم. چون شما میدانید زمانی که انفکاک را مطرح میکنین یعنی که کارتان مطلق با یک اداره خلاص میشه و شما دوباره تقرار مجدد میشین. چنین نبوده، اونا رفتن به ریاست و ما در یک بست دیگه فعلا فعالیت دارم و مطلقاً معاشم از شهرولی کابل قطع نشده و رسمیات ما با شهرولی کابل ادامه داشته و از اداره شهرولی کابل منفک نشده. شما با فامیلتان مدت به مزار رفتید تا از افغانستان بیرون شوین، اما چانس برتان یاری نکرد. فکر کنم از زبان خودتان میخوایم بشنوم چرا هیچ وقت چانس یاری؟ من فهم اطلاعات شما از کجا آوردن که مطلق غلط هسته. ما قطعا با فامیل می در حدود 1.5 سال میشه از کابل بیرون نشده. ما فرا رفتیم، درست است یک موضوعات زمین داشتیم و حل کردیم و فعلا هم اینجا هستیم. فامیل ما هست، صدای ما را میشنوه، ما هیچ وقت نفر اومدیم از شهر کابل. اطلاعاتان اشتباهست برادرم. ما خود مزار نرفتید؟ در مزار نمیخواستید آمریکا برید؟ من نیازی به رفتن به امریکا ندارم که عملاً امریکا برم. دلیلش چی؟ از دمی وطن هستیم، همینجا کار میکنیم. به نظر شما ما چی میخوام واضح براتون بگم؟ این افرادی که با راست و دروغ هر گپی چه میزنن و خودم میکشن میرن، با وجود فعالیتایی که ما در شهرولی کابل داشتیم و اونجا کار میکردیم و چهره رسانه‌ای هم در اون وقت بودیم، به نظر شما رفتن برام سخت بود اگه میخواستم برم؟ نمیدونم، به بعضا چانس یاری کرد، به بعضا چانس یاری نکرد. تعداد از دوستانی که با شما در یک تیاره به مزار رفتن را میشناسم و مشکل همین است. ما هیچ وقت به تیاره به مزار نرفتیم، ما بعد از بعد از ما رفتین دیگه. شما اطلاعات را میگین که مطلق اشتباهه برادر من. ما قطعا نرفتیم. قطعا نرفتید. بله، اطلاعاتی که شما میگین اشتباه است. ما فرار رفتیم یک بار، فرار رفتیم، مشکل زمین داشتیم و اومدیم. و مسئله رفتنی که شما مطرح میکنن، بله. بسیار آدم ها با راست و دروغ ایره به او بزن رفتن اونجا و زندگی اصلا خوبی هم ندارن اونجا. من میفهمم از بعضی ناهنجاری های فرنگی گرفته تا اینکه 24 ساعت اونجا وجه به خاطر یک لقمنان به کشور دیگه میرن کار میکنن. اگر یک کار خدماتی در کابل هم باشه، در افغانستان باشه، من افتخار میکنم به اون کار انجام بدم، نه که برم اون کار خدماتی در کشور بیگانه انجام بدم. رفتن برای خیلی آسان است، میتونه بره و هیچ وقت نمیره، چون کشور را دوست داره، خیانت نکرده برش. اگر در هر حکومتی بوده کار خود را انجام داده، خدمت برای مردم کرده. اونایی که خیانت کرده ما میشناسیم، تو هم میشناسیم، مردم نمیمونیشان دیگه ایجا. امروز در شهر بازار مثل ما ورد پیاده گشته نمیتونه، مردم توف میکنه دروشان چون خیانت کردن. ما همیشه بودیم و هستیم و اگر دولت دید که به دردشان میخورم یک کار را انجام بدم، خب استفاده خواهد کردن. اگر ندید کارهای بسیار زیاد دیگه وجود داره. ما هدف حرف ما با اون مردمی است، چون ما همی عکسای ما هم که در فیسبوک برام شما هم دیدین موضوع را و همگی دیدن، نگرانیشان این بود که خب ما همگی رفتیم و حالت تک تکشان برام مشخص است. کسایی که رئیس بودن، حتی موین بودن و در ساعت بسیار بالا کار میکردن، عملا اونجا چی میکنن؟ فعلا دارن زبان را میخوانن با فامیلشان و هر روز یک مشکل روحی برشان پیدا شده و بیهوده ترین آدم ها در او جامعه شدن. اما در جامعه خود اگر خیانت نمیکردن و میماندن که یک تعداد حال برگشت را دوباره شروع کرده، شاید امروز موقف خوبی میداشتن، حداقل مردم خونه را میشناخت. ما اگر مرا منفی کنین، از کابل بکشین، از افغانستان بکشین، او طرف ما تنها یک کارگر ساده میتونم باشم. اما امروز با کارنامه‌ای که دارم، با کارهایی که انجام دادم، میخوام واضح براتون بگم که من خوش دارم این مردم را، همینجا دارم زندگی میکنم و ما برم در کشور دیگه کار خدماتی انجام بدم، ولی در کشور خود نه. چرا؟ اونجا برای اینا چی میتونم نظرتان؟ اکثریت مطلق پشیمان هستن که رفتن، خصوصا کسایی که امروز در او کمپ در امارات، در قطر هستن، اگه شبانه قطر امارات در کمپ ها هستن، هر روز تظاهرات میکنن. خیانت که نکرده باش، نباید از کسی بترسی و باید همینجا راحت زندگیت را انجام بدی. شهرولی کابل بسیاری از رئیس‌ها داشت، بسیاری از رئیس‌هاش هم فعلا نیست و رفته و اگر برشان دوباره موقف هم بتین بگن بیان نمیان، چون حق مردم در گردنشان است و دست مردم در یخنشان است. الحمدلله چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. خودت که اطلاعات را برام امروی ما شریک ساختی، خیلی یک بار به فیسبوک لایف یا هم 30-40 نفر که بودید که بارگزای صاحب دیدید تمرایتان یک جا بود لایف یا در 30-40 نفرتان مردم را بگوید که بله بودن یا حداقل گپ بارگزای صاحب قبول کنند که نبودن، نرفتن و این تصمیم رفتن هم نداشتن دوائل که برن. چطور است رابطتان با همکاران امروزیتان، دوستانی که امروز در شهرداری کابل هستن؟ میگن که گاه وقت شما را اذیت روحی میکنن. مطلق دروغ است.
نه خودتان گفتید که در تویتر گاهی وقت نوشته میکنن که در او دوران هم بود از فلانی و فلانی مایت میکرد دال هم همراه ماست چرا است؟ دوستایی که در شورولی کابل شما گفتید نه از اقل در نیروهای امارت اسلامی اعضای امارت اسلامی کسانی که ببینید یک تعداد اکثر شما هم دیدین ما هم دیدیم که برآمد و او وقت هم در شورولی کابل بودیم ای که با یک مقام او وقت عکس گرفتیم خب سر یک تعداد شما بسیار بد خورد گفت اما کلانهای کنج با ما هستند با ما صحبت کردند و واقعا دیدگاهشان متفاوت هست در این مورد نه, و... نه دیدگاه اونایی که شما حداقل عکسای شما را دیدن و عکسای شما را نشر میکنن دیدگاه از اونا چیز موردتان ببینین امی خودت گرداننده هستینی؟ بله درباره امی طرز صحبت خودت رفتار خودت شاید صد رقم دیدگاه وجود در مابین مردم وجود داشته باشه امی ما و شما مردم رسانه‌ای که هستیم ببینین ما همیشه یه گپ را گفتیم اگر یک آدمی که یک کار تخصصی میکنه مثلا در یک ریاست حقوقی کار میکنه یک کار اشتباه و غلط میکنه بر اساس اسناد اون رو میاد سارنوال بررسی میکنه یک آدم کاملا تخصصی و یک جواب تخصصی هم برش میاد اما ما وقتی که در رسانه هستیم صحبتی که میکنیم اگر گلوبی رو با ناک اشتباه بگوییم اینا کی قضاوت میکنه اینا یک دکتر هم قضاوت میکنه یک کارچوان هم قضاوت میکنه یک باسواد بیسواد همه مردم جامعه فلهاز امو طیف انبوهی از نظرات طرفت میآید به اون نظر شخصی هر فرد است بر همه گیش احترام داره خب یعنی بعضی موارد در مورد شما نوشته میشه در تویتر و از حکومت امارت اسلامی میخواین بعض چهره ها که شما نباشید بالاخره در شهرداری کابل درست؟ خب دیدگاهشان است من خود نمیتونم که تمام دیدگاهی که در هر جای وجود داره خودش استبداد است که من بخوام برقم ما باشه ما صحبت خود را میکنیم اینجا هم صحبت کردیم قبلا هم صحبت کردیم در صدها رسانه صحبت کردیم اینکه برداشت اونا چی است مربوط خودشان میشه و اینکه اگه ما تو دنبالی باشیم که تمام نظرات یک دست باشه باز نظر فکر نکنم صحیح باشه خب باز روی شهرداری کابل صحبت میکنیم تشکر از اینکه سوالات ما بسیار صادقانه پاسخ دادید بسیار لطف کردید و امیدوار است مردم افغانستان دیده باشند شنیده باشند در یک سال گذشته دستاورد بزرگ شهرداری کابل چیست و جز از این چند کار نمایشی که در چند چهارراهی شده گلک‌ها رسامی شده و گلک‌ها ساخته شده گلک‌های پلاستیکی کدام کار دیگه هم صورت گرفتن؟ ببینین این پروژه زیباسازی شهر بود که در 15 چهارراهی عملی شد و شاید در دید خودم دیدگاه متفاوت است تو میگی یک چند تا گلک ساخته شده اما صدها رسانه آمد از همون موارد داخلی و خارجی گزارش تهیه کرد کاری که هیچ وقت توجه نشده به او یک نفر که از خانه میبره باید با یک منظره خوب روبرو شود شما گلدانا یا باغ گل خود در چاره عبدالحق دیدین که ما هر روز تیم روان میکردیم به خاطر پوشش او صدها جوان میامد با او عکس میگرفت همه برای ما یک دنیا ارزش داره ای که صدها جوان را یک منظره برش نشان دادیم که او اشتیاق عکس گرفتن با او را داشته باشه برای بخش شورولی کابل بخش فرهنگی شورولی کابل بسیار یک دستاورد کلان است خب دیدگاه شما است که گلک های پلاستیکی است بله تنها یک مسئله چیز راستی کار بسیار خوب است نماد مسجد الاقصا در وادی ورودی شهر از طرف غرب شهر کار خورد است به نظرتان؟ اولین قبله مسلمان ها نماد مسجد الاقصا یک چیز کاملا ماندگار هست یک چیز هویتی است برای ما و شما مسلمان ها قبله اول ما و شما هست خب میگم دیدگاه متفاوت است بلد. من نمیخوام دیدگاه تو همیشه شبیه من باشی یا از من شبیه تو خب مردم قضاوت میکنن میام روی دستاوردها که نماد شما و شما فراموش شود ما در سال گذشته چند کار بسیار مهم اساسی را انجام دادیم مسئله اساسی که در شهر کابل وجود داره یه که کانالیزاسیون نداره تا امروز نداره ما و شما این را میفهمیم و جوچه هایی که در اطراف شهر وجود در اطراف سرک ها در شهر وجود داره این برای انتقال آب روی سرک است نه آبی که در شهر جمع میشه وظیفه کانالیزاسیون است به همین منوال ما یک کانال بسیار کران داشتیم به نام کانال وزیرآباد که 7 کیلومتر طولش هست 6 نایه را وصل میکنه 10 متر عمقش 10 متر عرضش است و 4 متر عمقش بیش از 5000 متر کثافات ما از بیرون کشیدیم و نتیجهش بود که در زمستان گذشته چارایی اسبا لب جر چارایی ترافیک دیگه دند از آب نبود حاجت کشتی نبود که از یک مسیر به مسیر دیگه بسیار ساده نبود مگر چند روز پیش ما دیدیم که باز معالت بود در بعض از نقاط کابل میایم روی دشت برچی که چند روز پیش شما دیدین اونم صحبت میکنیم دربارش اساسی ترین و مو خطرناک ترین نقطه‌ای بود که سال پیش مطلق مهار شد امسال هم در تشکیل ریاست تنظیم یک آمریت به نام آمریت پاککاری کانال‌ها ایجاد شده چون ما کانالیزاسیون نداریم باید به شکل متواتر 12 ماه سال پاک شود امی کانال‌هایی که در شهر وجود داره مبحث بعدی که وجود داشت در قسمت سنگ‌های سیمنتی در داخل شهر بود شما می‌دیدین که نمی‌خوایم ادعا بکنیم که فعلا در شهر هیچ وجود نداره بله وجود داره اما بیش از 100 مسیر اساسی را که سرک های اصلی او شامل بود
و کوچه ها در او شامل بود، سرک های فری شامل بود، اونا رو باز کردیم. شاید جنگجال یاد باشه در دوران جمهوریت که ما میخواستیم پیشروی در سرک قلعه نجارا، پیشروی خانه آقای رحمانی رو باز کنیم، یک سرکی که دیروز افتتاح شد امروز رو دیوار کرد. یک روز بعد چه جنگجال های ایجاد شد؟ یاد کارتیسی خانه جمعه خان همدرد، بعد قصه تاجیک و پشتون و گپای دیگه بود. نماندن کار بکنیم. اما می تحول سیاسی که به میان آمد، اولین کاری که هدایت که طرف امارت تویم برای شاروالی کابل آمد که این سنگا رو دیگه برداریم. و اولین کاری که ما کردیم از پیشوی وزارت دفاع ملی را آغاز کردیم. گپ ساده نبود و عملا حال هم جریان داره. خب گپی است که فعلا فصل کار است. ما 181 پروژه داریم. همین ماشینری، همین سنگفرش، همین گریدر، همین اسکواتر ما مصروف کار است. در زمستان بیشتر توجه میشه که جایی هم که مانده بر اساس یک تحلیل امنیتی که ریاست محترم استخبارات انجام میده ما اونا را جمع آوری بکنیم. یک مورد. مورد دیگه که وجود داشت در خود شاروالی کابل مسئله ساختمان‌های نیمه کاره بود. ساختمان‌های زیادی در شهر کابل وجود داره که خلاف جوازی گرفتن اونها 20 منزل آباد کردن، 15 منزل آباد کردن، اضافه تصرف دارن و گپ‌های دیگه. در کل این ساختمان‌ها چند تیپ داره؟ عمده‌اش کوتاه براتون میگم چون باز خسته کن نشه براتون. اول ساختمان‌هایی که عملاً فعلاً زمین خالی وجود داره، تثبیت ملکیت از طرف اداره محترم اراضی صورت گرفته، در ظرف 2 الی 3 روز میتونن مجوز ساختمانی خود را بگیرن. دوم ساختمان‌هایی که در زمان جمهوریت یا حکومت پیشتر اونا جواز گرفتن و مطابق جواز فعالیت کردن، عملا امروز هم میتونن کارشون رو به پای اکمال برسانن به شرطی که تخلف نداشته باشن. سوم ساختمان‌هایی است که در حکومت پیشتر اونا جواز گرفتن اما تخطی کردن، چیزی که براتون گفتم به یک نوعی از انواع تخطی دارن. اونا بسیار راحت میتونن به شاروالی کابل مراجعه بکنن، بعد از آموسنجش و گپایی که درباره تخطیشان وجود داره یک ضمانت برای شاروالی کابل میمونن، کارشان تکمیل میکنن تا مقرر ساختمانی پاس و گپای دیگه که وجود داره. این بحث بسیار کلان بود. ما ستانستیم که در سال گذشته 3 میلیارد و 57 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری بکنیم از شهر کابل و متعاقب 4 میلیارد و 812 میلیون افغانی در سال 1401 پروژه ما برشان دیزاین کردیم. کارهای ساده‌ای نبوده که ما در این قسمت بعد این سالا انجام دادیم و سرمایه‌های کلانی بوده. ما مثلا در قسمت بفرمایید چیز میگم بخیر باشید بخیر باشید گفتم بسیار خسته کن میشی یا نام خواهش میکنم خواهش میکنم دستاوردها زیاد است. بعد نام بگیرم همین لحظه در ذهنم خطور کرد گفتم ای کاش چی یک سخنگوی قشنگ، یعنی زبانشان قشنگ است، چقدر قشنگ صحبت میکنند. دیروز ملامت میکنند، امروز را کارهایشان را دستی نده. ملامت کاری چی مطلق پرون هیچ نو پرون مشکلات و موتابی منو ما نمونه زد به نمونی په شکل در توای ما د جمعه خان همدرد کور وکنه و تروس کلیپون نسته چنی پر چی مرده کان د کور د مخ را واخلو دا واقعیت و دا د شروع سر کوم مشکل و یا دغه وکیل چی ما یادونه وکړه مشکلات وو په اداریک مشکلات وګوره. کابل شهروالی یو مردمی نهاد دی، یو خدماتی نهاد دی، کلی چی دا عمومی چتر پا خواه جمهوریت و وست امارت دی، کلی چی دا چتر دا دی ملاتر وانه که آیا کابل شهروالی از کار لری؟ نلری. امی گپ اساسی که ما میکنیم چی است؟ تو دکاندار هستی، درست است؟ تو نمیایی بر ما جواز سنفیت را تاویل نمی کنی یا صفایی مرا نمی دی، من خواه از کار ندارم تو را بندی کنم، ما میرم با اوزار عریضه میکنم، مکتوب میتونم که فلانی دکاندار ایک قرار از پولش نمی دی، مثل یک شهروند و اونا حمایت میکنن و این پول را از خودت وصول میکنن. اما قبلا اینکه وجود نداشت. من میخوام تکرار کنم تا زمانی که جدیت از بالا وجود نداشته باشه شاروالی کابل یک نهاد مردمی است، نه زور داره نه تفنگ داره و نه سلاح داره. بخیر باشین، تشکر. وقفه بسیار کوتاه پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم. بخش آخر برنامه را فراموش نکنید. باز هم خوش آمدین عزیزایم، تشکر از اینکه هستین همراه ما. بارکزای صاحب همچنان است. بارکزای صاحب از چند سال شخصی دارم، از کدام ولایت افغانستان هستین و چند سال دارین؟ من از ولایت فرا هستم، 31 سال دارم. 31 سال سال ظاهرن نشان میته کلاهی که بر سر کرده تو مثلا پیرن تنبانی گپا که شاید یک چل چند سال باشه. نمان جوان باشه برادری گپا عدد سن عدد است خلاص. مکتب از کجا تمام کردین و شاگرد لایق بودین یا تنبل؟ نه لایق بودین دیگه. حال که گپای تو یک بسیار گپ است در این قسمت. خوب سوال پرسان کردی. ما مکتب از شهر فرا تمام کردیم، پانتون را در ولایت بلخ خواندیم، شاگرد اول بودیم، اول نمره بودیم همیشه. در دوران پانتون 2 کتاب نوشته کردیم، کتاب هایم چاپ شده، عملا وجود داره، کتاب های تخصصی خبرنگاری است.
یکی کاربرد احسای در اخبار و گزارش ها هست که در دوران محصلیم دیگه سال چهارم بود که تمام کردیم و یک ممد درسی برای مضمون ریاضی خبرنگاری در تمام پانتونایی که ژورنالیسم درس میدن پانتونای دولتی هست و در این حال یک کتاب دیگه به نام درآمدی بر حقوق رسانه ها که ما یک نقد مثبت منفی داشتیم از او که در او کتاب با ما آقای نوراقای شریفی همکاری میکرد یک وقت رئیس تلویزیون آرزو بود و با هم او را نوشته کرد. بسیار خوب و دیگه شما بگویم نه دیگه لایق بودین واقعیت لایق بودین 98% هم نمرات ما در پانتون دولتی هوای بلخ خود زمان چطور بود یک زمانی که شما مثلا پکا و پوستین دیگه خود میفهمید تا خبر بده با سوال گرفتی چطور بود چند یک چند ماه پیش گرفتی پوست دمی گپ گرفتی با خدا خیر است به مردم بگویید که رفتید اما پس اومد چکر رفتید حداقل ببینین چکر خو همیشه میرم خب بلخ رفتید مزار رفتید چند وقت چکر همیشه نه تنها بلخ هر جای دیگه میرم برادر بلخ مزار رفتید ده ها بار رفتید چند ماه پیش قطعا نرفتید ازدواج کردین؟ بلد. اگر بله چیگونه اگر ازدواج بود از سنتی و بومی یا نه مدرن و عصری و سنتی آشوکی بومی چی رو مدرن مدر اصلی آیا سنتی بومی که در روز آخر که دعا میکنن باز یک عکس میارن که بچه میره براتون دعا کردیم گرفتیم مدرن اصلی ایجا قبول کی میکنن؟ خب او قصه بعدی است یعنی که همین دو همین لفظه که میگیرن به اصطلاح ایجاب ایجاب ما میکنم قبول اونا میکنن تا من نبینم خونه میشن اگر با این دیدی که خودت میگی که این قسم نبوده از من خب این قسم خودت داری میگی چون خانم از ولایت سمنگان هستم و در مزار شریف زندگی میکنم و ما از ولایت فرا هستیم و یک ازدواجی بوده که به نظر من ازدواج عاقلانه بوده و ایجاب و قبول واقعی صورت گرفت شما در رسانه‌های مختلف افغانستان همچنان کار کردید یک خاطره خوش و یک خاطره ناخوش است منفک شدین از جای در زمان که شما در تلویزیون کار ما از روزی که وظیفه گرفتیم از وقتی که با رسانه‌ها ما چند بار منفک شدیم باور کنید ما یک بارم نشدیم خب ما از اون که وظیفه رو خودم تبدیل کردیم اما منفک نشدیم خب یک خاطره اگر بر ما نمره ما شریک کنین دوست از خودم یه تلویزیون آرزو باشه میشه آه چقدر خوب میشه آه. ما یک وقت برنامه صبح تلویزیون آرزو را پیش میبردیم و او وقت طوری شده بود که یک ساعتش از مزار بود یک ساعت دیگه میلاد جان اینجا هست ایمال جان از کابل میشه بله. باز پاس میدادیم یک برنامه چهار گرداننده میامد و در این پاس دادن ها اکثریت وقت ما مشکل داشتیم اینطور یک حالت هم شده که ما برنامه رو پاس دادیم گفتیم از کابل ببینین ویار مشکل داشته و خراب بوده و ما مطلق مایکای خود باز میکردیم با همکارای دیگه قصه داشتیم همکار لایت و همکار کامرا و کسای دیگه که دکور کار میکردن چون بعضی بخش خبر بود و حدودا 10 دقیقه میتون نشرات رفت و بعد از رئیس تلویزیون از یک کشور زنگ زده که مسلمان ها چی میکنین شما خاطره ناخوش دارم شاید ای باشه که باز از تلویزیون آرزو که یک بار از برنامه کار کردید مهمان بودید رفتین دیگه گفتین که این برنامه هیچ بدلم نبود نی از این کدام چی داشتیم زیاد خب او برنامه قصه جالب است دیگه اگر شروع کنیم نیم ساعت تو گپ تو چون می خود گردانندگی یک هنر است در کرانش خب برنامه ما شما بیشتر تفریحی است فعلا بله 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 اما برنامه هایی که بیشتر حقیقت‌یابی میشه و سیاست میشه بر پایه صداقت باید باشه نه که به یک بهانه یک نفر را بخوای و باز یک چیز دیگه از او سوال بگی که اصلا ربطی به او نداره و باز ما خواستیم که برنامه رو دیگه ادامه نتم باز چون همکارا بودن گفتن ادامه بدین برنامه ادیت میشه اما متاسفانه باز فکر کردن که کار بسیار کلان انجام دادن باز امور رو نشر کردن فرقی نکرد برنامه آه دیگه باید فرق نمیکرد ببخشید شما خواهر داریم؟ بله خواهرتان مکتب میخوان؟ نه یعنی مکتب تمام شده تمام کرده؟ خب من میخواستم که امیست یک برادر در قسمت مکاتب ببینم و بشنوم که مامور دولت چی گفتنی داره در قسمت که مکاتب باز نیست و بسته است امیدوار هستم مکاتب دخترانه باز شد چقدر جالب امیدوار هستم باز شد بزرگترین آرزویتان در زندگی که تال با او آرزویتان نرسیدین چی است؟ آرزوی بزرگ من ای است که یک وقت پیش مردم خود خجالت زده نباشم خیانت نکنم برشم دال چطور؟ نه خیانت نکنم خیر خیریت است طرف هایتان؟ من شاید شما باور نکنین من مطلق پیاده روزانه میرم میایم اکثر وقت حتی تا دفترم من پیاده میرم تکسی میگیرم یک بخش کلانش را پیاده میرم مردم میبینن رویهشان را میبینم صحبتهاشان را میبینم مشکلاتشان را با ما شریک میسازه
به عنوان یک کسی که در شورولی کار میکنم و بیشتر مشکلات شهری است با ما شریک میسازه و ما اوت روی بدی ندیدیم که ما خجالت بکشم که در اینجا کار میکنم. بخیر باشین. یک چند عکس داریم برای هم مهمان ها و شما هم داریم برتان نشان میدیم. امیدوار هستم که نظریاتتان داشته باشید. یک جمله ای یک کلمه ای چی رقم هر قسم که دوست دارید به تبع تو باید جواب بدم یا نه به تبع خود جواب بدید. اما خیر است این بخش صادقانه جواب بدید. ما کل صادقانه جواب دادیم. نه رفتن تو به مزار میگم تو عمر ما کام کو خیر است معلوم میشه. من باید غلط برات یک نفر دو نفر نیست نشک نامشانم بگیرم باز بعدتان زنگ بزنه. خب او برادر خال راست دارم میفتن میفتن که رفتم اما شرایط بود. من میگم شرایط بود که اکثریت وطندارای ما ترسیده بودن و میخواستن که از افغانستان برن. دید که خیر خیرت است گم اگه در کاربار خود پس شروع کرد. ببینید زمانی که تحول سیاسی به روز یک شنبه آمد شما میدانید روز دوشنبه سرسبزی و تنظیم شوروری کار شروع کرد. روز شنبه ما مطلقا در دفاتر کار میکردیم. خب بعد از چند روز بعدش دوباره شما خب اگر مشکلی می بود خب پس چرا ما پس آمدیم اگر رفتید؟ خب بخاطر که پرواز نشد تمام دوستای ما ماندن. اولین عکس از همکار و دوستان که در یک دفتر هم کار کردید در یک بخش. در یک دفتر کار نکردیم. اونا دفترشون جدا بوده دفتر ما جدا بوده. یعنی کلمات مشکل داره. دفتر سابقه هم جدا بود. کاری که فعلا داره میکنه به نظر من درست نیست. به نظرتون چیست؟ یک رسانه‌ای داره کار میکنه که مطلق دروغ نشر میکنه. چون گفتین دیدگاه خودا بگید دیدگاه خودتان. و کمال ناصر اصولی هم برشان یگان گفتنی داشت یک برنامه زنده و... شما ببینین اصول خبرنگاری واضح هسته. من خود ماستریم در ژورنالیسم هسته. عقده گشایی دیدگاه شخصی را عمومی جلوه دادن از بسیار غلط است. خب یک رسانه‌ای که تمویلش استخباراتی از خارج است نمیخوام دیگه یک رسانه رو بدنام کنم ولی مطلق همونطور هسته. پول میگیرن که دروغ بگن. خب کار خبر خودم میکنن. شاروال صاحب کابل فعلا شاروال صاحب کابل هستن. خوبیش این است که گپ را میشنوه و همه اطراف را میبینه بعد تصمیم میگیره. تصمیم عجولانه نمیگیره. شاروال صاحب قبلی برای اینا باید بگویم که در بسیاری از موارد تن به باجدهی نمیداد. به شمول به اون وکیلی گفتم باج نمیداد برش. از کارایشان را چی تو ارزیابی میکنی؟ تو گفتی یک جمله بگو ما هم گفتم. نه پروتکل خود تا خراب نکن. خانم رئیس جمهور از بخت عیف که ما به صفت یک خبرنگار اینجا نشستم. عیف صد عیف. کاش یک جوان می بودم که کمره نه این بود و ما خب بگو خیر است کالج جوان. نه 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 خب بوده دیگه خانم رئیس جمهور اسبق بوده دیگه شک نیست. بی بی گل نبودن؟ خب بی بی گل بود نه؟ عزیزترین فرد به شماها و کسانی که در گردپیش همراهشان کار میکردید نبود؟ ببینید من هیچ وقت دفتر رو کار نکردی. حداقل امرایشون سرکار داشت همیشه عکسای یک قسم صحبت میکنی که انگار 24 ساعت ما امرای مردم بودیم. به عنوان یک مامور در یک برنامه کلان وقتی که درباره شوروالی گرفته میشه اکثرت مامور شوروالی شاید من امرای اینا خوش عکسی ندارم. درست است با پس مقامات عکس گرفتن خیلی گفت بسیار فکر کنم عادی و ساده باشه. چند سال کوتاه دارم ازتان بسیار کوتاه پاسخ بده تو برنامه‌ام تمام میشه. تشکر از اینکه اومدید و قربان تو خوشحال شدم که دیدم تان. همچنان زنده چوکی و موقف دوست دارید؟ خدمت میکنیم با مردم. در دفتر کارتان از توشک استفاده میکنین یا میز و چاکی؟ میز و چاکی داریم. چی تغییرات را در دفاترتان اسم میکنین شما احساس میکنین؟ از چی لحاظ؟ از هر لحاظی که شما احساس میکنین و صبحی که داخل میشین و شام که مبراید چی تغییرات را میبینین؟ برای مردم خدمت میکنیم. صادقانه خدمت میکنیم برای مردم. غذای مورد علاقیتان چیست؟ مکرونی. سلیم شاهین یا سلمان خان کدام یک را دوست دارید؟ اگه هیچ کدام شب گوی مشکل است؟ نه میتونی هیچ کدام شب. در این شب روز گاه موسیقی میشنوید؟ موسیقی بله. کی را میشنوید؟ از استاد اموهنگ یکان خواندنهایش را میشنوید. غزلهایی که میخوند فرهاد دریا چطور؟
اگر وقت اگر دک جای برابر شما، ولی تو چیز خاص ندارم که حتما فرا دریار بشتم. از زندگی کاریتان در حال حاضر راضی هستین؟ شکر الحمدلله. از آدم های چاپلوس یا کسانی که تملق میکنن خوشتان میای؟ تملق نه، تملق با تعریف تملق نه. خواه تشکر بارگزای صاحب. در آخر برنامه ما میخواییم اینجا غذا هم نوشجان بکنیم. گپ خوب است. نه کم هم سیر شود دیگه در آخر. بفرماین همکارا دوستای از رستورانت ترکش فامیلی. سلام علیکم. بسیار زود خوش آمده. بخیر. خوب هستیم. چی آوردی امروز بخیر؟ از منوی جدید ترکش رستوران که در پالی غذای ترکی منوی جدید اضافه کردیم که شامل غذای پاکستانی، چینایی، هندی می باشه. همون چند چیز مخصوص شما با شما پیشنهاد کردیم. چقدر خوب تند و تیز است دیگه. درست؟ تند و تیز است. ما چقدر خوشحال هستیم. و سعیست که میدیم سالات چه خیمه میخورم؟ نوش جان تا تند و تیز زیاد مشکل دارم. همون سالات نوش جان شما. و در خانه گاهی وقت دیگ کاسم میکنی؟ بله بسیار پخته همونطور. خود چی را خوب پخته میتونین؟ ولی ما آشپزی بسیار خوب است. من مکارونی او را خوب بسیار خوبش یاد دارم. دوستای ما هست میتونن تصدیق کنه اینجا براتون. حتی یکان وقت خاص میرم برای یا آشپزی میکنم در جایی که زندگی میکنن. منتها چون 7 سال تقریبا مسافری را تیر کردیم در وقتی که مؤثر بودیم، در غذا پخته کردن تو چیزی نیست که ما نتانم. حتما اطمینان کامل دارم. دسترسی دارین؟ حتما دسترسی دارین. غذای عوضانه حتی تا منتو را پخته کرده میتانم. چقدر خوب منتو. تشکر آصف جان. نوش جانتان. رمک سر. تشکر بیادر. سپاسگزار خودت. یک دنیا تشکر. خوش آمده. بخیر باشین. شما یک بار امتحان کنید بگیرید نوش جان کنین که شرط هستی. یک شرط هست. ما یک تشکری خاص از رستوران ترکش فامیلی دارم. یک فضای خوب و دیدنی و جذاب. عزیزایم و وطندارایم که چند لحظه میخواین فکرشان دیگه شوه، پس بیاین اینجا شکر بزنن همراه فامیل خود، دوستای خود، مجالس رسمی و غیر رسمی خود داشته باشن. ما اگر در آخر برنامه بخورم چیدی باش که تو خداحافظی که صحیح باید بخوری. صحیح بخورم نه. تشکر دوستا، این بود برنامه یه هفته که تقدیمتان شد. تا هفته بعد همه تانه به خداوند مسپارم. شاد و موفق باشین. خدا نگهدار شما.